برمیگردیم به بحثی که از دو هفته قبل شروع کردیم و امروز سومین هفته و سومین برنامه اون هست، اخلاق سازگاری و ذیل این عنوان تفکر مثبت، معرفت شناختی. اینا مواردی بود که به عنوان زیر عنوان و عنوانها بیان شد. راهکارهای کسب تفکر مثبت موارد متعددی است. سه تای از اونها در دو برنامه گذشته بیان شد. یک، رضایت به قضا و قدر الهی. دو، نوع دیگری نگاه کردن به مشکلات، یعنی با نگاه مثبت به مشکلات نگاه کردن. و سوم، تبیین دلایل که اگر اتفاقی افتاد، نکته‌ای بود، چه برای همسرمون، چه برای فرزندانمون، چه با افرادی که باشون مواجهه داریم، دلایلمون رو بدون موضع گرفتن و جبهه‌گیری بیان بکنیم. این سه تا مورد رو من یادم هست شما فرمودید. بله، همینطور هست. در خدمت شما. مورد بعدی که مورد بسیار مهمی هست در زندگیمون باید بهش توجه بکنیم، بحث ذکر الهی هستش، یاد الهی هستش. بله. در اوایل بحثم که بحث اون پنج دعایی که حضرت عیسی سلام علیها هدیه‌ای بودش که خداوند متعال به حضرت عیسی دادند، به این بحثمونم مربوط میشه، به این موضوع بحثمون مربوط میشه که در بحث ذکر الهی ما بعضی از اذکار، خب مستحضر هستید، اذکار خدا، اذکار به دو قسم تقسیم میشه، ذکر خاص و ذکر عام. بله. ما در مورد ذکر خاص صحبت نمی کنیم. ذکر خاص فرد خاص میخواهد، استاد خاص خودش رو میخواهد، ما هم نیستیم و به یک نحوی باید اون از اساتید خاص که در این زمینه مهارت دارن استفاده بکنن. مخاطبش عام هستش. ولی ما یه سری اذکار داریم که در روایات ما ذکر شده. بله. که این اذکار عام هستش. ما چرا از ذکر استغفار غافل هستیم؟ چرا از ذکر استغفار غافل هستیم؟ در روایت دارد که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شبانه روز 70 مرتبه استغفار می‌فرستادند. نبی خدا 70 مرتبه استغفار می‌فرسته، خیلی مهمه این قضیه. چرا ما یک زمانی در شبانه روزمون رو قرار ندیم برای ذکر؟ ذکرهای عام. چرا ذکر استغفار رو در برنامه زندگی خودمون قرار نمیدیم؟ مگه ما در طول شبانه روز خلاصه انسان خطاهایی شاید ازش سر بزنه و اشکالاتی در طول زندگی براش ایجاد بشه. خب اینها رو در شبانه روز چه زمانی ما میتوانیم خلاصه یک رابطه‌ای با خداوند برقرار بکنیم و یه عذرخواهی از محضر ربوبی خداوند داشته باشیم؟ لذا ذکر الهی و اذکار عامی که در روایات ما ذکر شده بسیار کمک کننده هست به آرامش و ایجاد تفکر مثبت. میشه بگین رابطه‌اش چیه لطفاً؟ ببینید، وقتی که قلب انسان، رابطه انسان با خداوند برقرار شد و وجود انسان یک وجود نورانی شد، طبیعتاً این وجود نورانی، این روح نورانی فکر انسان رو هم تأثیر میگذاره، در فکر انسان هم تأثیر گذاره و فکر انسان رو هم نورانی میکنه. لذا از کار غافل نشیم. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله بسیار ذکر زیبایی هست. ذکر شریف لا اله الا الله بسیار ذکر تأثیر گذاری هستش در وجود انسان. ذکر استغفار بسیار تأثیر گذار هست در وجود انسان و از کار دیگری که میبینیم در هم در قرآن ذکر شده و هم در روایات ما ذکر شده، از این اذکار استفاده بکنیم، یک زمانی رو بگذاریم برای ذکر گفتن و توجه کردن، یک زمان خلوتی رو بگذاریم که ارتباطمون رو با خداوند متعال برقرار بکنیم. این یکی از راهکارهای دیگری هستش که میتواند کمک کننده باشه به تفکر مثبت. راهکار بعدی که راهکار بسیار مهمی هست برای خانواده‌های محترم، بحث شناخت صحیح مرد و زن از دنیای همدیگه هستش. یک سری از اختلافاتی که بین خانوم‌ها و آقایون به وجود میاد دلیلش این هستش که همدیگه رو نمی‌شناسن، روحیات همدیگه رو
به روحیات هم دیگه شناخت نداره. من خلقت و آفرینش هم دیگه نمیشناسن. نوع خلقت و آفرینش زن با نوع خلقت و آفرینش زن با مرد تغییراتی داره، با هم تفاوت‌هایی با هم دیگه داره. من بعضی از این تفاوت‌ها رو خیلی خلاصه نوشتم، ذکر می‌کنم که بیشتر بحث روشن بشه برای آقایون. مردان در مشکلات زندگی کمتر صحبت میکنن و به حل مشکل میپردازن. خانوم ها در مشکلات دوست دارن بیشتر صحبت بکنن و اون رو حل بکنن. این نکته رو باید آقایون بهش توجه داشته باشن و خانوم هم از این طرف بهش توجه داشته باشن. در حل مشکلات آقایون دوست دارن سریع به مشکل رو حل بکنن تمام بشه، ولی خانوم ها دوست دارن در مورد حیطه های مشکل صحبت بکنن. این رو باید مرد خانه بداند و زن خانه هم از این طرف بداند که مردش این روحیه رو داره. بگن اگر خانم دیدن که داره مثلا صحبت میکنه در مورد حل مشکل، در خصوصیات و جوانب مشکل رو داره ارزیابی میکنه، مرد خونه نگه آقا خانم بس دیگه، چرا چقدر توضیح میدی توضیح گفتی دیگه. این روحیه خانم ها اینطور است. از اون طرف خانم چی میگه آقا؟ همینطور میگه آقا سریع رفتی تمامش کردی. آره نه اصلا محل نمیذاری، من دارم حرف میزنم به روح خودت نمیاری، در حالی که من خود دارم فکر میکنم چجوری حلش کنم. همینطوره بله. این یکی از خصوصیات خانم ها و آقایون هستش که باید بهش توجه بکنیم. نکته بعد این هستش که بیان مشکلات از طرف زنان از طرف مردان با عبارات کوتاه جواب داده بشه. بعضی مواقع ما میبینیم که خانم ها دارن یه مشکلی رو عنوان میکنن، مرد همینطور گوش میده، آقا همینطور گوش میده، هیچ عکس العملی نسبت به این موضوع نشون نمیده. باید نشون بده؟ یقیناً باید نشون بده. خانم دوست داره که مرد وقتی که آقاشون وقتی داره ایشون داره در مورد یک موضوع صحبت میکنه، آقاشون حتما مرد خانه همسرشون نسبت به اون یک سلام. مثلا خانم داره در مورد یک موضوع صحبت میکنه، عجب راست میگه درسته، چه اتفاقی افتاد؟ یه مقداری باید ما این توجهات رو داشته باشیم. آقایون ما باید این توجه رو داشته باشن که فقط گوش دادن هم کفایت نمی‌کنه. باید یک عکس العملی هم نسبت به حالات خانم ها داشته باشیم. مرد ها بعد از بازگشتن از کار، محل کار، حتما انتظار عاطفه و احساس دارن از خانم هاشون. خب فرد خسته هستش، مرد خسته هستش، از سر کار اومده و خانم انتظار نداشته باشه که ایشون باز با یک حالت خیلی فعالی بیاد و مثلا کارهای منزل رو انجام بده، کارهای خانه رو انجام بده، یه مقدار به دور و بر آقاشون بپردازه و کارهای آقا رو خدمتتون عرض شود که انجام بده، عاطفه و احساسات نشون بده. این نیاز مرد هستش در طول زندگانی که باید خانم ها به این توجه داشته باشن. نکته بعدی این هستش که ما باید توجه بکنیم که در مهارت‌های گفتاری، این رو خدمت آقایون عرض می‌کنم، بسیار نکته مهمی هستش در طول زندگی که باید بهش توجه بکنیم. آقایون از محبت‌های کوچک و کوتاه به همسرشون دریغ نکنن. ما بعضی مواقع محبت کردن هامون خدمتتون عرض شود که در طول شبانه روز اصلا خودش رو نشون نمیده. در طول شبانه روز آقایون با خانوم ها که هستن محبت های کوتاه، وقتی که مثلا فرزندتون کنارتون هست فرزندتون رو ببوسید. این بوسیدن فرزند احساس آرامش به فرزند میده، احساس تعامل بین فرزند و پدر بسیار اهمیت داره. این محبت‌های کوچک در طول شبانه روز بسیار کمک می‌کنه برای اصلاح رابطه‌های بین فرزند و پدر و مادر و بین همسر. همسران این اتفاق بسیار خوب می‌افته اگر این نکته رو بهش توجه داشته باشیم. نکته بعدی باز بهش توجه بکنیم بسیار خوب هست، این هستش که
همسر خودمون رو همونطوری که هست بپذیریم. بعضی مواقع ما نگاه میکنیم که مثلا آقا میره خواستگاری خانوم، بعد تو خواستگاری میگن که ما انشالله امید داریم که عروسمون مثلا در آینده مثلا دکترا بخونه. یعنی با این امید میان این خانم رو خواستگاری میکنن. بعد حالا تو زندگی اتفاقاتی میفته، این خانم نمیتونه تحصیلات داشته باشه، موقعیت تحصیلات براش ایجاد نمیشه و این همیشه یک فکر منفی رو در ذهن این آقا ایجاد میکنه که مثلا خانم من چرا تحصیلات نداشت. نه، وقتی که ما میریم خواستگاری یک فردی، واقعا آنچه را که هست بپذیریم، آنچه را که هست قبولش بکنیم همسرمون رو، و این خیلی کمک میکنه در بحث رابطه‌های مثبتی که بین خانم ها و آقایان میتواند اتفاق بیفته. این راهکارها ادامه داره؟ بله، راهکارها یعنی هنوز تو همین عنوان هستی. یک جلسه دیگر انشالله ما در خدمتتون در بحث تفکر مثبت هستیم و در جلسات آینده میریم در موضوعات بعدی انشالله. از جناب حجت الاسلام و المسلمین و جای حیدرزاده خیلی ممنون و متشکرم. ایامتون بکام، عزتتون مستدام، عاقبتتون ختمه بخیر و صلی الله علی محمد و آل محمد. خداحافظ.